دوم یک شب و روز تنها در زیر استانسی یوری تجلی تیبی شهری خوجند که در سوهیل راست دریای سیر جایگیر است 120 دعوت یعنی مراجعه ساکنان به کارمندان یوری تجلی تیبی وارد شده است. از این شماره کارمندان یوری تجلی تیبی 70 نفر ساکنان شهر را که حرارت بدنشان بلند بود به بیمارخانه کلینیکوی ولایتی سوخت انتقال دادند. تنها دوم 24 ساعتی آخر یعنی سنه 5 می 360 مراجعه ساکنان شهر و یاری تجلی تیبی شهری خوجان وارد شده است. امروز سنه 6 می رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده از وضع فعالیت زیر استانسی دیدن نمود. او گفت اگر نشانه های سیرادیوبی کرونا ویروس آشکار شود حتما اعضایان اویله و نزدیکان بیمار را که با شخصی سیراد یافته علاقمندی دارد به قرنطین جلب سازند. این راهی پیشگیری از سیرادیوبی به کرونا ویروس است. هر روز جوی کمشن زیاد شده است. کدام خونه نداره دو تا سه تا فقط دیگه های رنگین هر الانی هوزی پرابلم ما هم اویله مو باید کی بیه بود چون مثلا یک بودار شده است فرزنده شده است کلی نش من خیلی دوستی مو باید الانمون جو همین ترتیب نکداشتم زینور عزیز من همین ترتیب مو یعنی تیبی اویله که یواش شده و فهموندن در کار مردم ولی نمیشد ما میدونم همو رحم دیر رحمون بود که مادر من نمونم یا لیکن این دیگه علاج نیست اینا ما باید الهیده تیز وای کنم کدر مدر کارو کنم جلو کدر مدر کارو تنها در زیرستانسی یوری تجلی تیبی سوهیل راست شهری خوجند در یک بست 22 نفر فعالیت میکنند. از این روی رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و مسئولین ساحه تندرستی سپورش داد تا لباس های مخصوصی زیدی ویروسی در استانسی یوری تجلی باید ذخیره شود. رهبر شرکت جمعیت داروی مسئولیتش محدود مین پیر احمد رحمانوف در همجایگی با شرکت فارمد داروی زیدی ویروسی و حرارت سنج فاصلوی به ولایت سوخت وارد نمود. آنها 1000 دانه حرارت سنج فاصلوی و 40000 داروی لیوفلاکسسین از جمهوری ازبکستان و جمهوری مردمی خطای خریداری نمودند. این لوازمات های طبی به بیمارخانه های حدود شهر خوجند، بوبجان غفوروف، استرافشان، جابر رسولوف و پنجکین تقسیم کرده می شود. این روز در سراسر کشور بیماری رفته ایستاده است. از این روز ما کارکنان سوهای فارماسی تصمیم گرفتیم که هر چی زودتر به حالی با بیمارخانه های ولایت داروهای خوش صفت که مقابل همین کسلی روانه کرده شده وارد گردانیم. در امروز خیلی شدیده است داروی لیوفلاکسسین چکرکی به مقدار 40000 به ولایت وارد کردیم. در همین را گفتنی هستم که هنگامی وارد کردن ما به حد مینداری خود را به کارکنان سرحد میرسانیم چون که آنها در شب را شب نگفته به ما یاردن داده این دارو را به ماشینا بر کرده به شهر خوجند وارد کردیم. در آینده با تصمیم گرفتیم که با داروهای خوش صفت برای مبارزه با این و با اثر واردات گردانیم. حاضر از همین جا از همین ماشین به بیمارخانه ها تقسیم کرده می شود. نه رایگان نه چون که این به مبلغی جمعیت وارد گرده شده گیه بیمارخانه میتونه که در دوام وقتهای معین به صورت حساب ما مبلغ خود را گذارونه. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده از اقدام صاحبکار قناعتمند شده اظهار نمود که باید داروهای ضد ویروسی تا 6 ماه ذخیره باشد تا سطح سیرایدیابی به کرونا ویروس پیشگیری کرده شود. واردات داروهای ضد ویروسی از جانب ریاست تندرستی و هم صاحبکاران پر به راه مانده شود زیرا وضع اپیدمیولوژی در ولایت تا اندازه تشویش آور است. داروهای درکاری که امروز لازم است فقط داروهایی که امروز پروتکل کردی برای پیشگیری کردن ویروس تبابت همین آوردن دکو بچه بیکارا بکارا پول بای نکنید تو من دیرم از آنی خانیش دیفتانه حالا ما دیمه دادیم حالا که آوردن دکو زپاس 6 ماه باشد 6 ماه مانده 15 شرکت هم 15 تا همین خیل آوردن گریم موار ما بعد اگر من وای شاید دوشنبه هم یاردن میکنیم چون یا بول اینجا ترتیب گریم همیشه یک مقداری معینی داروواری در ناحیه های آسیب پذیر تقسیم می شود. همچنین امروز رئیس ولایت سوخت به مرکز سلامتی رقمی 4 شهر خوجند تشریف آورده از وضع سلامتی بیمارانی که در این مرکز سلامتی در قرنطین قرار دارند آگاه شد. بنا به اطلاع مسئولان در مرکز سلامتی رقمی 4 شهر خوجند 115 نفر تحت نظارت و تبابت دکتران می باشند. باید همون هر یک بیماری که امروز
مراجعت میکند تبش بالا میشه تیز خانو ما باید اگر وقتش به همین کارو کنیم برطرف کده میشه اگر همین به احویتی کردیم نید بینیتون که علاقه اویلش زر زید میشه کلون شد ما همه اچگوی خودتان اپیدیمو بود کار کنید معلومه همه روز دوتا ماشین من اینجور میستد دوتا می سیتا می فقط خدمت رسانی کد نشد تشکیل نقلیات برای دختران طبی اویلوی در مرکزهای سلامتی جاری شود. دختران از وضع سلامتی اهالی آگاه شده سری وقت کرونا‌ویروس را پیشگیری نمایند. همه مردم طبی اویلوی رفته فهموند اخوانا نبرو. همه خانه هیچ گم نه یک ماه حاضر رای میکنیم. شرایط هست. من همه دستفکه ها خوراکه، مواد آذوقه، داروی هم حاضر خانه شما داده باشیم. مردم فهمانیتون محترم. من کارمندان سایتی مویم باشم همچنین رئیس ولایتی سوغ رجبای احمدزاده از وضع طبیبانی مرکزی سلامتی رقم یکم شهر خوجند آشنایی پیدا نمود بنا به اطلاع دختران این مرکز دوام 5 روز ماه می به مرکزی سلامتی رقم یکی شهر خوجند 135 نفر ساکنان مراجعه نمودند در اکثریت مراجعت کنندگان نشانه های کرونا ویروس موجود بود وضع سلامتی بیماران بعد مراجعه به دختران درمانگاه بهتر شد چون که آنها سری وقت تبوبت کرده شده ایستادند خدا بیمارها وای نبودن علامت های خودشان نشان ندادن وقتی که ما تفسیر دادن که با گردش حوالی ها کرده بیمارهای دریافت کنتون همشیره های طبی طبیبان اویلوی گردش های خونه کردن در هنگام گردش کردن با اونها فهمانده شد که خونه تون به نشینیتون بلند بوده حرارت بلند رو روس نکنیتون برای اینکه ولی بیماری ها بود که کسان روس کردن و بیماری های گذرانده اوریزه کردی به بیمارخانه فاسده شد که حالت های فاست شد برای ما گفتیم که شما نگذران تو وقتی که تاب میکنتون و ما طبیبان اویلوی مراجعت کنتون ما شما سری وقت یاری رسانیم شتاب بیماری اتا اوریزه نگیرد گفتیم و ها با ما مراجعت کردن ما تبابت کردیم درنه این بیمارانه که ما مراجعت کردن هستن در نشاننده درجه میانه درجه وزمین هستن اونها را ما به بیمارخانه فرستانده استادیم کسانی که بیماران سبوک بار هستن درجه سبوک سین سالشان 50 سال پایان اینهای خودمو تبابت کرده استادیم خدا و شکر حاضر به رزولتات هست بهتری هست از 29,878 نفر ساکنان شهر خوجند و مرکزی سلامتی رقمی یکی شهر 500 نفر با حرارت بلند مراجعه نمودند که بین آنها سرایت یافتگان کرونا ویروس به قید گرفته شده است میگویند دکتران این مرکز حالا برای پیشگیری از پهنشوی کووید 19 تمامی چوره ها اندیشیده شده است بنا به اطلاع رئیس ولایتی سوغ رجبای احمدزاده موضع های آسیب پذیر در ولایتی سوغ این شهر و ناحیه های خوجند و استرافشان و بابا جان غفوروف و جبار رسولوف می باشد. گزارش مفتن شکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.